بحرینی حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن. خانم بحرینی ممنون شم، در ابتدا توضیح بدید که خانواده هایی که میخوان الان بیان جلو و گزارش خودشون رو بدن باید از چه راهی اقدام بکنن؟ با سلام به شما و همه بینندگان، از طرف مجموعه عفو بین‌الملل دومین سالگرد خونین اعتراضات آبان رو به همه خانواده‌های داغدار و مردم ایران تسلیت میگم. سازمان عفو بین‌الملل متعهده که یاد و نام و چهره تک تک جانباختگانی که میتونیم در موردشون اطلاعات به دست بیاریم رو ثبت بکنه و اونها رو شناسایی بکنه و فهرست خودش رو به روز نگه داره. ما با تلاش بسیار تا این لحظه مستندات مرتبط با قتل 324 مرد، زن و کودک رو جمع‌آوری کردیم و منتشر کردیم و همواره تأکید کردیم که تعداد واقعی کشته شدگان بالاتره. این مستندسازی اهمیت داره هم برای پیگیری‌های قضایی و حقوقی، چون همونطور که همه بینندگان هم در طی روزهای گذشته در دادگاه آبان دیدن، در پیگیری‌های قضایی داشتن آمار و اسناد مشخص و مستندات مشخص بسیار مهمه و نمیشه که فقط به یک سری اعداد کلی و بدون مستندات اتکا کرد. به علاوه برای کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن و با این سکوت و فراموشی تحمیلی و جو ارعاب و خفقان از سوی مقامات روبرو هستن، بسیار ارزشمنده که اسم عزیزانشون به همراه جزئیاتی مثل نحوه قتل اونها، محل قتل اونها و زمان قتل اونها ثبت بشه. ما امروز یک فراخوان دادیم و به اسامی که طی دو سال گذشته به اونها برخوردیم ولی هنوز اطلاعاتی در موردشون نداریم اشاره کردیم و از همه کسانی که اطلاعاتی در رابطه با کشته شدگان تا به این لحظه گمنام مونده دارن دعوت کردیم که با عفو بین‌الملل تماس بگیرن. شماره تماس با ما از طریق سیگنال و واتساپ در کانال تلگرام ما، در شبکه در حساب توییتری ما و حساب اینستاگرام ما موجود امنستی ایران و ما همچنان آماده هستیم که اطلاعات بیشتری رو جمع‌آوری بکنیم. به علاوه یادآوری می‌کنم که هویت تمام تماسگیرندگان محفوظ می‌مونه و ما تمام دغدغه‌های امنیتی رو رعایت می‌کنیم و امیدواریم که به کمک عموم مردم بتونیم که تعداد بیشتری از جانباختگان رو شناسایی بکنیم. شما خودتون گفتید که یک تعدادی سازمان عفو بین‌الملل تونسته مستند بکنه با توجه به شواهد و مدارکی که بوده، اما میگید که این سازمان هم میدونه که تعداد بیشتر از این حرفا بوده. خودتون فکر میکنین حدس و گمان این سازمان چیه؟ فکر میکنین چه تعداد بوده؟ چون رویترز مثلا گفته 1500 نفر کشته شدن. ببخشید من قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، شماره تماس ما از طریق واتساپ یا سیگنال هست 2044-79-61-42-15-78 و حساب‌های ما در اینستاگرام و توییتر هست امنستی ایران. در رابطه با سوالی که پرسیدین، کار عفو بین‌الملل ارائه آمار در کشته شدگان در سراسر ایران یا دادن یک عدد تخمینی نیست. سازمان عفو بین‌الملل یک سازمانیه که بر اساس استانداردهای مستندسازی جا افتاده در سطح جهان و در چارچوب قوانین حقوق بشری بین‌المللی کار مستندسازی انجام میده. یعنی در مورد تک تک کسانی که به عنوان جانباخته معرفی شدن ما تلاش میکنیم که خیلی دقیق بفهمیم که در چه روزی به چه نحوی مورد تیراندازی قرار گرفتن و این اطلاعات رو جمع‌آوری بکنیم و بعداً با ثبت و تحقیق در مورد تک تک این جانباختگان الگوی سرکوب خونین رو مستندسازی بکنیم، در چارچوب قوانین کیفری بین‌المللی اون رو تحلیل بکنیم و به جامعه جهانی بگیم که مقامات ایرانی مرتکب چه موارد نقض حقوق بشری و چه جرایمی شدن. در واقع به همین دلیل که تمرکز ما روی مستندسازی موارد قتل و شناسایی جانباختگان و ندادن یک عدد تخمینی در مورد تعداد شدگان که ممکنه برای فهم ابعاد اجتماعی موضوع و تاریخی موضوع و ابعاد کشتار بسیار مهم باشه، ولی در واقع در چارچوب یک کار حقوقی ما باید بتونیم مستندات و اطلاعات دقیق در مورد جانباختگان به دست بیاریم و بر این اساس پرونده‌ای بسازیم که بشه بر اساس اون جامعه جهانی رو قانع
کرد که باید مقامات ایرانی رو در قبال این کشتار گسترده پاسخگو نگه دارن. در جریان دادگاه مردمی آبان هم همونطور که شما هم پوشش دادین، قضات گفتن که بر اساس همین مستندات تا به این لحظه جمع‌آوری شده، پرونده سنگینی در رابطه با جنایت علیه بشریت علیه مقامات ایرانی، مقامات جمهوری اسلامی ایران ساخته شده و تلاش ما اینه که به تکمیل این پرونده کمک بکنیم و مجراهایی را در سطح بین‌المللی پیدا بکنیم که مقامات ایرانی پاسخگو نگه داشته بشن. مسیر دادخواهی یک مسیر طولانی و سخته، اما این اطلاعات و اسناد و مدارکی که جمع‌آوری میشن کمک میکنه که در آینده دادگاه‌های منصفانه کیفری بتونند با استناد به این مدارک جمع‌آوری شده در طی سالیان بهتر عمل بکنند و زمینه برقراری عدالت رو فراهم بکنند. متشکرم از شما رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران.